تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که از میان گلهای بیشماری که در دنیا وجود دارد، عنوان زیباترین گل جهان به کدام تعلق می گیرد؟ طبیعت همیشه با شگفتیهایش ما را غافلگیر می کند، به طوری که با هیچ کلمه یا عبارتی نمی توانید آن را توصیف کنید. هر کدام از گلهایی که در طبیعت موجود است، دارای زیبایی خاص خودشان هستند. برخی از گلها به دلیل ویژگی‌های ظاهری منحصر به فرد یا رنگ‌های جذابی که دارند در گروه خارق‌العاده‌ترین و زیباترین گلهای جهان قرار می‌گیرند. در این برنامه به معرفی 5 گل زیبای جهان خواهیم پرداخت که بعضی از آنها را می‌توانید در خانه یا آپارتمان نگهداری کنید. شکوفه گیلاس. اگر فستیوال شکوفه های گیلاس، یکی از معروفترین فستیوال های ژاپن را از نزدیک دیده باشید یا حتی تصاویر آن را مشاهده کرده باشید، حتما می دانید از کدام گل صحبت می کنیم. فستیوال شکوفه های گیلاس در واشنگتن هر سال بیش از 3000 درخت گیلاس را با شکوفه های زیبایش برای مردم به نمایش می گذارد. این فستیوال یادآور یک رویداد مهم در آمریکاست. روز 27 مارس 1912، زمانی که یوکیو اوزاکی، شهردار توکیو، درختان گیلاس ژاپنی را برای تقویت دوستی میان دو کشور به ایالات متحده هدیه داد. شاید بپرسید چرا این گل تا این حد اهمیت دارد؟ چیزی که موجب محبوبیت شکوفه های گیلاس شده است، زیبایی فوق‌العاده آن است. درخت گیلاس محبوب ترین درخت از خانواده پرونوس ها در ژاپن است. شکوفه گیلاس در ژاپن با نام ساکورا شناخته می شود. این شکوفه ها نماد آمدن بهار هستند. شکوفه های زیبای صورتی و سفید در انتهای ماه مارس یا اوایل ماه آوریل ظاهر شهر را به کلی تغییر می دهند. معمولا شکوفه ها به مدت 14 روز روی درخت باقی می مانند. در فرهنگ ژاپنی شکوفه های گیلاس اهمیت ویژه‌ای دارند. ساکورا برای مردم ژاپن نشان دهنده آغازی جدید و زیبایی های زندگی است. مردم این کشور در روزهایی که شهرها مملو از ساکورا و درختان پر از شکوفه است، به همراه خانواده و دوستان خود عصرها را به پیکنیک در زیر درختان سپری می کنند. چه چیزی از این زیباتر؟ پرنده بهشتی. حتما نام این گل برایتان جالب و کمی گیج کننده است. پرنده بهشتی نام یک گل عجیب است که ریشه آن به آفریقای جنوبی باز می گردد. این گل دقیقا مشابه پرنده بهشتی در حال پرواز است. در حقیقت نام این گل را از روی نام همین پرنده برداشتند. زیبایی منحصر به فرد این گل آن را به نمادی از زیبایی های بهشتی تبدیل ساخته است. این گل از ماه می تا سپتامبر به طور کامل رشد می کند. پرنده بهشتی دارای 3 کاسبرگ قائم و نارنجی رنگ و 3 کاسبرگ افقی و آبی رنگ است. این گل همچنین برگ های بلند و سبزی دارد. تمام این جزئیات در کنار هم شکل یک پرنده بهشتی در حال پرواز را به وجود آوردند. جالب است بدانید که این پرنده یکی از رنگارنگ ترین پرنده های جهان محسوب می شود. گل پرنده بهشتی در فضای باز به خوبی رشد می کند. پس از آنکه گل ها از بین رفتن، باید ساقه را ببرید تا گیاه برای مرحله بعدی رشد خود آماده شود. قلب خونی. حتما می دانید که قلب نشانه عشق است. اکنون گیاهی را در باغچه خود تصور کنید که دارای تعداد زیادی گلهای قلبی شکل به رنگهای صورتی و سفید باشد. به نظرتون زیبا نیست؟ گل قلب خونین یکی از زیباترین گلهای جهان است که میتواند توجه همه را به خود جلب کند. قلب خونین یک گل زیبا و بهاری است که در محیط‌های مرطوب و سرد به خوبی رشد می‌کند. هنگامی که رشد این گل کامل شود، می‌توانید 20 عدد گل زیبا به شکل قلب را روی هر کدام از ساقه‌ها ببینید.
قلب خونین را می توانید در رنگ‌های سفید، صورتی، قرمز و زرد پیدا کنید. اما گل‌هایی که دارای گلبرگ‌های صورتی و نوک‌های سفید هستند، از بقیه رنگ‌ها جذاب‌تر به نظر می‌رسند. در محیط‌های مرطوب، زمانی که قطره‌های کوچک آب روی گلبرگ‌ها می‌نشینند، این گل‌ها دقیقاً مانند یک قلب خونین به نظر می‌رسند. گل دالیا یا کوکب. گل دالیا یا کوکب همیشه به دلیل تنوع در اندازه و رنگ از جایگاه خاصی در میان گل‌ها برخوردار بوده است. 42 گونه مختلف از این گل در سراسر جهان یافت می‌شوند. این گل زیبا در اندازه‌های کوچک و بزرگ از 2 تا 50 سانتی متر وجود دارد. گل دالیا همچنین دارای رنگ‌های مختلفی است و تقریباً در همه رنگ‌ها به جز آبی یافت می‌شود. ریشه این گل به کشور مکزیک باز می‌گردد، اما امروزه در سراسر جهان کشت می‌شود. گل‌های دالیا را از اواسط تابستان تا اولین روزهای سرما می‌توانید ببینید. پس از اینکه گل از بین رفت، باید ساقه را ببرید تا دوباره گیاه جوانه بزند. نیلوفر آبی. گل نیلوفر آبی را می توان ملکه تمام گل‌های آبی جهان به شمار آورد. 70 نوع نیلوفر آبی در جهان وجود دارد. این گل‌ها فقط در اکوسیستم‌های با آب شیرین، کم عمق و ساکن مانند برکه ها رشد می‌کنند. این گل‌ها علاوه بر زیبایی، با متعادل ساختن دمای آب و ایجاد زیستگاه مناسب برای ماهی‌ها، به حفظ اکوسیستم هم کمک بسیاری می‌کنند. آنچه علاوه بر گل‌های زیبای نیلوفر آبی توجه همه را جلب می‌کند، برگ‌های بزرگ این گیاه هستند که روی سطح آب شناور می‌شوند. آنها همچنین یک ساقه بلند دارند که به کف برکه یا دریاچه متصل است. این گل‌های زیبا را می‌توانید از بهار تا پاییز ببینید. گل‌های نیلوفر هم مانند برگ‌ها از سطح آب خارج می‌شوند. هر کدام از گل‌ها هنگام صبح باز و هنگام عصر بسته می‌شوند. گل‌های نیلوفر آبی در رنگ‌های صورتی سفید، زرد، نارنجی، بنفش و آبی یافت می‌شوند. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین، حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.